میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا از حملات به سوریه حمایت کرد و گفت این حملات کاملا حساب شده و بررسی شده بوده است. رسانه‌های رژیم با نگرانی اخبار حمله هوایی به مراکز نظامی بشار اسد را منعکس کردند و از جمله نوشتند 100 تا 120 موشک به سمت اهدافی در سوریه شلیک شد. شبکه خبر رژیم با عنوان حمله آمریکا و متحدانش به سوریه گزارش داد آمریکا به همراه متحدانش انگلیس و فرانسه با ده ها موشک از هوا و دریا مناطقی را در سوریه هدف حمله قرار دادند. این گزارش می‌افزاید همزمان با نطق رئیس جمهور آمریکا، انگلیس و فرانسه صبح امروز مناطقی در سوریه را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. حملات در سه استان دمشق، حمص و حما حدود ساعت 4 صبح به وقت محلی صورت گرفت. شبکه خبر رژیم مدعی شد طبق اعلام تلویزیون سوریه پدافند هوایی این کشور دست کم 15 فروند موشک را منهدم کرده است. سوریه همچنین هدف قرار گرفتن فرودگاه دمشق را تکذیب کرد. شبکه خبر رژیم افزود پنتاگون اعلام کرد مرحله اول حمله به سوریه پایان یافته است. منابع خبری آمریکا به نقل از مقامات این کشور گفتند حملات آمریکا، انگلیس و فرانسه چند مرحله است و حملات امروز موج اول آن است. این سه کشور ساعتی قبل از دریا و هوا مناطقی در سوریه را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. یک مرکز پژوهشی و علمی و یک فرودگاه از جمله اهداف حمله نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه بوده است. شبکه خبر رژیم افزود رئیس جمهور آمریکا با اعلام حمله به اهدافی در سوریه ادعا کرد این حملات برای محدود کردن توان شیمیایی دولت سوریه انجام می شود. ترامپ روسیه را مسئول حملات شیمیایی ادعایی دولت سوریه دانست. وزیر دفاع آمریکا هدف از این حملات را حکومت سوریه دانست. سایت پاسدار رضایی هم با نگرانی نوشت پیش از حمله آمریکا و متحدان آن به سوریه که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت بسیاری از تحلیلگران نسبت به تبعات و عواقب نامطلوب آن در افزایش تنش در منطقه هشدار دادند.
توجه شما رو به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران جلب می‌کنیم. نابودی تأسیسات شیمیایی دیکتاتور سوریه یک اقدام ضروری برای پایان فاجعه در سوریه است و باید با اخراج کامل پاسداران و شبه نظامیان مزدورش از سراسر منطقه تکمیل شود. هدف قرار دادن مراکز و تأسیسات تولید و نگهداری سلاح‌های مرگبار شیمیایی دیکتاتور بیرحم سوریه و از کار انداختن ماشین جنگی این رژیم یک اقدام ضروری برای پایان دادن به فاجعه تاریخی سوریه است که 7 سال است بیش از 500,000 کشته در میان کودکان و زنان و مردان بیگناه و بیدفاع به جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور را آواره کرده و دامنه آن بسا فراتر از مرزهای این کشور رفته است. این اقدام که خواست مبرم همه مردم و آزادی خواهان سوریه و دیگر کشورهای منطقه است، باید با بیرون انداختن رژیم ضد بشری آخوندی و پاسداران و مزدورانش از سوریه و یمن و عراق و دیگر کشورهای منطقه تکمیل شود. رژیمی که عامل اصلی بقای بشار اسد و منشأ اصلی تروریسم و افرادگری و جنگ‌افروزی در خاورمیانه و بخش‌های وسیعی از جهان است. سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم باعث شد که این رژیم بدون پرداخت هیچ قیمتی جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در داخل و خارج ایران را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دهد. زمان پایان دادن قطعی به مماشات و چشم‌پوشی در مقابل این جنایات که نقض آشکار قوانین و معیارهای شناخته شده بین المللی است فرا رسیده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 25 فروردین 1397 14 آوریل 2018. علاوه بر ناتو، کانادا هم از حملات نظامی علیه رژیم اسد حمایت کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد از حمله مشترک آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمایت می‌کنیم. روسیه از این حملات ابراز ناخشنودی کرد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، در بیانیه گفت: هشدارهای ما ناشنیده ماند. بار دیگر ما داریم تهدید می شویم. هشدار داده بودیم چنین اقدامهایی بدون تبعات نخواهد ماند. همه مسئولیت این تبعات با واشنگتن، لندن و پاریس است.